مستند آسمان چهل روز گریست ساخته خانم سابرینا مروین اسلامشناس و شیفجوه فرانسوی در مؤسسه فرانسوی در بغداد پایتخت عراق به نمایش درآمد اکران مستند آسمان چهل روز گریست با حضور اریک شوالیه سفیر فرانسه در عراق و حسن نازم وزیر فرهنگ گردشگری و آثار باستانی عراق و برخی دیگر از مقامات و شخصیت های فرهنگ و هنر و مسئولین نهادهای عراقی مرتبط با زیارت میلیونی اربعین حسینی انجام شد. مستند آسمان چهل روز گریست که روایتی تصویری از پیاده روی اربعین در سال 2019 میلادی است. پیش از این در ماه می 2022 در بخش فیلم های عدیان فستیوال در موزه کبرانلی جک شیرک در پاریس پایتخت فرانسه نیز به نمایش در آمده بود در این مستند خانم مروین با موبایل خود در طول مسیر راهپیمایی اربعین حد فاصل نجف اشرف تا شهر مقدس کربلا عزاداری و سینه زنی های عاشقان شهید کربلا را به تصویر کشیده و با تعدادی از زائران پیاده عراقی و عربستانی هم مصاحبه کرده است در بخشی از معرفی این مستند که در سایت موزه که جک شیرک منتشر شده آمده آسمان چهل روز گریز. روایتی از قوتوری در زیارت شیعیان به سوی کربلای عراق است که هر سال میلیون ها زائر را به خود جذب می کند سفر با پای پیاده تا حرم امام حسین نبه حضرت محمد که در سال 680 میلادی به شهادت رسید این راه پیمایی از نجف تا کربلا حتی اقل سه روز طول می کشد. در جاده نمادها و تصاویر حماسه امام حسین به نمایش گذاشته شده گویی همین دیروز اتفاق افتاده است. خانم سابرینا مروین میگوید این فیلم بر جنبه انسانشناسی و مطالعه رفتاری مردم در مراسم اربعین متمرکز است. در این مراسم همه چیز پشت سر گذاشته می شود و انگار زمان می ایستد و زندگی متوقف می شود و روح القدس در این آین ها چیره می شود این همان چیزی است که نه تنها مدینه فاضله به عنوان اصطلاح فرضی می نمیم بلکه واقع گرایانه ای از مدینه فاضله است علی اکبری اخبار شیعه دکتر علا شتنان مدیر کرسی گفتگوی یونسکو در دانشگاه کوفه در مراسم اکران مستند آسمان چهل روز گریست در بغداد گفت به نظر من این فیلم یک تجربه خودجوش است که این محقق فرانسوی خواست در طول تحقیقاتش مراسم اربعین را بررسی کند این مطالعه درباره محتوای این رویداد بزرگ مذهبی است و تصویر واقعی برای مخاطب غربی ارائه می دهد. لازم به ذکر از سابرینا مروین اسلامشناس و استاد مدرسه عالی مطالعات اجتماعی و عدیان و پژوهشگر برجسته مرکز ملی تحقیقات علوم پیش از این کتابهایی در زمینه شناخت و معرفی شیعه به رشته تحریر در است. کتاب نجف چهره شهر مقدس که در سال 2014 توسط سازمان یونسکو منتشر شد نمونه از آن است.